صراتم یاب بزن اومدم دیدم نیست. یکی دیگه شیخ زدن نداره. اگه رفته باشه با دختر به بکش بکش که شیخ زدن داره. بخش اورژانس ترخیص شب و روز نداره که. بفرمایید. یکی اومد مرخصش کرد. اسمش هم عزیز چیزگر. بله. عزیز. من موندم با اون حالش چجوری تکون خورده از جاش. حداقل خیالمون راحته که تنها نیست. عزیز باهاشه. الان اسفند رو آتیشه. با هم من حریفش میشم. دوتاییم. عزیز و بهمن رو ندیدی؟ نه. ما باید ازشون شکایت کنیم و بشیم پاششون بدیم که با ماشین زیرت کردن در رفتن. بعد تو زنگ میزنی من بیام بیمارستان فراریت بدم؟ من خودم باش کار دارم. بیا حرف نزن. چه این ماشین اینجا رد نمیشه؟ اوه چه طرز حرف زدنه. من آدمت نیستم. آره آدمم نیستی دایمی. وای دایتم بس حله. آقا اصلا حالا که دایتم میخوام واسه داستین بالا بزنم. دست در نکنه. خودم زن دارم. داشتم یعنی دیوونه منظور همینه دیگه میخوام آشتیتون بدم هانیه رو نمیشناسی هانیه بیفته سر لج افتاده حالا که هانیه رو پرونده باید سدونگه مهم برگردونه آه سدونگو بهت بدن هانیه مهم نیست دیگه نه خوشا به غیرته چی کار کنم باید با دست پر برم سراغش هانیه دست پر نمیخواد زورم میاد زورم میاد دختره اومد گن زد به همه چی گن زد به زندگیم رفت من واقعا جوجم من واقعا ببوم یه رگ از بابا جهان تو تن من نیست نیست عزیز نیست هست آقا جون اینطوری نمیتونم دست رو دست بذارم دختر اومد وسط زندگیم یه اتوبان زد رفت حالا میخواد بره با پولاش اونور دنیایش قال کنه بهمن جون زورت نیاد یه اشتباهی بود که کردی
هم من گوشمالی دادم، هم پس یه دختره. سه تو بشین پاشو بری آدم میشی، همه چی هم درست میشه. بعدم هانیه با من آقا نرم میشه. پنج شب که بری جلوی خونه باباش کارتون بندازی بخوابی. ماشین چرا اینجا رد نمیشه؟ آژانس نیست اینجا. آژانس برای چی ها؟ بریم ترمینال، بعدش هم سمت هانیه. نخه بریم فرودگاه. نه بابا بزنم در بره. با یقشو بگیرم اگه تاله در نرفته باشه. آقا نمیذارم دوره برای شهر بری. شهر نیست، حقه. کدوم حق؟ آقا اصلا ارث خودشه. زن و بچه‌م رفتن رو هوا، بفهم. حالم از بی‌عرضگی خودم به هم میخوره. دیگه تو خلوتم نمیتونم از خودم بگذرم، بفهم. من چه مردیم آخه؟ کارخونه دست گلمو که اونجوری گن زدم توش، مادرم مسافرخونه نشین شده. دل مدینه رو شکوندم به جنگ که بیافتم دنبال دوا درمون چشمش. رفتم با اون بیتا مشفق بستم که زن و بچه دست گلمو از دست بدم. فهمیدن اینا سخته؟ این که اگه حقمو از بیتا مشفق نگیرم از قصه میمیرم سخته؟ تو مرد نیستی؟ غرور نداری؟ غرور نداری که من نداشته باشم؟ سلام. بله ماشین میخواستم فرود برم. به نام صبور. آقا نشستیم تو ماشین میگی میریم ترمینالا، فرودگاه نه. اینم تو مخت کن، یه روز بری دنبال شریه موثر کم بشه. سلام زرم زیر چرخ اینجا چرخ گوش کن. بعد چی شد؟ بی بشین پاشو ترمینال. برخشید دایی. چه مردم فرستادی رو هوا داری میری؟ طوریش نشده، زنگ زدم بیمارستان. زندگیش چی؟ اونم طوریش نشده؟ برا مهم نیست. واقعا نیست؟ برو کنار سالار. نری کنار به پلیس میگم. منم کف دستمو نشون میدم میگم خواهرمه. یه وقتی جونم واسه هم دیگه در میرفت ولی الان فقط جون منه که واسهش در میره. صدا کن پلیس اونارو بهش بگم. خدا گفته فقط جلوی من زانو بزنید. نگفته بود جلوی زانو زدم که نری آبجی. دارم میرم برای خوشبختی سالم. لعنت به رویاهات بیتا، لعنت. تو میری برای تباه شدن. پول و شهاب تباهی میاره. تو این دنیا کاری هست که بگی انجام بدم تو از رفتنت منصرف بشی آبجی؟ راست میگی، اینجا هم پلیس هست هم من پاسپورت ندارم. میتونی بری ولی لحظه فکر نکن که سالار آبجیشو ول کنه. پشمندت میام، میرم خونه کل زندگی رو نقد میکنم، میزنم رو پاسپورتم، همه یه دنیا دنبالت میام. به خاطر بچگیامو، به خاطر بابامو، به خاطر علاقه خواهر برادریمو. سارا خوبه، بچه هم که داره میاد خوبه، ولی بدون بابام، بدون تو غریبم، غریب و بی خانوادم. بیتا بفهم. از روزی که بابام مرده هر روز با خودم کار میکنم دوستت نداشته باشم داداش سالار.
به جون تو حتی یه روزم موفق نشدم. تو زندگیم فقط یه بار ازت بدم اومد. بابا تو کارخونه کارمند حسابداری داشت، خداییش هم زن خوبی بود، انگار دلش بود باهاش ازدواج کنه. منو تو رو برد تلکابین، این تلکابین بزرگا که تا تو ابرا میره. اومد مدرسه، اجازه‌مونو گرفت، مرخصیمونو گرفت. اونم بابا که اینقدر رو درس و مشقمون حساس بود. من تو همون دوران بچگی گفتم حتما یه موضوع مهمی پیش اومده که اومده مرخصیمونو گرفته. اسم اون کارمند حسابداری چی بود؟ متین، خانوم متین. بابا کف دست منو گرفت، بعدش کف دست تو رو گرفت، شروع کرد نوازش کردن کف دست ما رو ماه گرفتگیمون. بعد گفت اگه بابا با متین ازدواج کنه، شما دوتا حاضرین بهش بگین مامانو بپذیرینش؟ توی خورده فکر کردی و گفتی آره. من فکر نکردم و گفتم نه، مطمئن بودم که باید بگم نه. اون هنوز داشت رو ماه گرفتگی کف دست تو رو نوازش میکرد، ولی بعد نه من دیگه ماه گرفته یک کف دست منو نوازش نکرد. بابا تو رو همیشه بیشتر از من دوست داشت. اون روز من ازت بعدم اومد. بابا تو رو همیشه بیشتر از من دوست داشت. البته گله‌ای هم ندارم، تو لایق دوست داشتن بابا بودی، ولی از همون روز حس کردم یه فاصله بزرگ بین من و تو بابا افتاده. تو اون روز که تو ماشین جدید بابا نشسته بودی، خودت میدونستی هر چقدر عقربه کیلومتر سرعت ماشین بالا بره، خطر مرگ بیشتر و بیشتر میشه. اما لذت ریسکش رو بیشتر دوست داشتی از خطرش. منم لذت ریسک شهاب رو بیشتر از خطرش دوست دارم. میتونی خواهرتو بفهمی؟ میتونی؟ صبح شده سالا، پاشو برو خونه، لباس ورزشی تو بپوش، برو ورزش کن، برو سارا صبحانه بخر، منتظر به دنیا اومدن بچه‌تون باش. زمان برای فراموش کردن من از الان برات شروع شده. نه، قبل ورزش میرم سر خاک بابا، میگم دعای پدر گره گشاست، میخوام بهم کمک کنه تا اون سر دنیا دنبالت بیام، دنبال خواهرم، دنبال ناموسم.
بفهم بشین خانم. ممنون خروجید خانم. ضامن چکی شدید که برگشت خورده، مبلغش هم سنگین بوده. ممنون خروجی تا مشکلتون حل بشه. شهاب لعنت به تو، لعنت به تو که همه جای ردی از بدهکاریت هست. چی شده ممنون خروجم کردن؟ به خاطر چه که پاینده که پشتشو امضا کردم، اون مرده بر اساسش که نمرده. حالا باید چیکار میتونم بکنم؟ هیچی. یا دارم سرمو بذارم بمیرم یا پول اونا رو بدم اساسشون راحت شم. لعنت به. بزنم 50 نفر ریختن اینجا. نه داد نزن، لطفا داد نزن. خجالت میکشم یکی بیاد بپرسه چی شده براش تعریف کنم. چه گندی به زندگیم زدم. حتی یه نفرم تو گندی که به زندگیم زدم شریک نبود جز خودم. داد نزن، بذار خودم باشم و خودت. بذار فقط خودم و خودت شاهد باشیم چجوری خفت میکنم. ببین من اصلا از اولش هم ریس کردم، نمیتونستم که تضمینی کنم. خب فکر میکنی سهم بدری من چقدر بوده که من باید سه دنگش رو به تو میدادم؟ اون کارخونه شیر رو دست سهامدار هاست. خب بابای منم یه دونه سهامدار بوده، همین کارخونه هم سهامدار ها اداره میکنن. من فقط یکم زیاده روی کردم. دلم برو بهار تنگ شد. انگوشتمو که دراز میکنم مشتای کوچیکش میگیردش، یعنی میگرفتش. دارم برای هانیه تنگ شده. دیدی وقتی سر نماز میشینه چه شکلی میشه؟ خجالت میکشم از این همه گندی که زدم. مزحکه همه شدم، جوجه مزحکه شده. حق دارن همه، حق دارن. ولی دیگه باید یه آبروی جمع کنم دیگه، نه؟ باید یه آبروی جمع کنم که وقتی بهار بزرگ شد نگه بابام جوجه بود. باید یا سدانگو ازت بگیرم یا بکشنت. قبول داری حرفمو؟ قبول داری؟ برو دیگه.
ماشین خوش دستی آقا جون. عالیه. آروم‌تر بابا. دستی آقا جون، عالیه، آرومتر بابا، آرومتر فقط یه بار، فقط یه بار آقا جون لذت سرعت رو تجربه کن. مواظب باش بابا، مواظب باش بابا جون، سرعت نخواستم بابا، آرومتر بابا. گوشنگ کن برو دیگه، من خدا مرد. برو دیگه آقا، برو دیگه تو رو خدا، سری برسیمش من خدا بیمارستان، سری برسیم. بیتا بیتا جان، آبجی بیتا، از بلبل چه خبر؟ دست و پام مال خودم نیست. نیست روحی خانم. امروز روز ملاقاته. هر وقت میرم پشت اون کابین ملاقات میشینم خجالت میکشم. همه زندگیشو به خاطر شوهر من، به خاطر دل من که اون چند روز آخر عمرش کنارم باشه به باد. خونه ای بی آقا جونو دوست ندارم. عباس نیست؟ کس کرده کنج اتاق؟ بفرمید آقا، کارت شناساییتون رو بدین. عزیز شما بفرمایید. سلام. نه من انجامش میدم. بفرمایید من انجامش میدم. چند شب میمونی؟ گفتم بفرمایید. چند شب میمونی؟ یه شب خودش. عزیز بهمن کو؟ بهمن؟ شما مرخصش کردی؟ عزیز فرار کرد؟ رفتی سراغ دختره نه؟ ها؟ ده حرف بزن. گفتم یه اشتباهی بود کردی. من با هانیه حرف میزنم، نرم میشه، آروم میشه، و
بعد گفت نه نه من باید برم فرودگاه، نمیذارم در یقشو میگیرم. من گفتم بشین تو ماشین، بازوشو گرفتم گفتم یه راست میری ترمینال. گفت نه، گفتم اگه میری دنبال شهر بهمن یه مو از سرت کم بشه سرمو میذارم زیر چرخ 18 چرخ. من حواسم نبود، حواسم نبود، من هلند رو ترک شدم اون بعد تا با خودم اومدم رفته بود بهمن، فهمیدم رفته فرودگاه، من خودم رسوندم فرودگاه، تمام فرودگاه رو زیر رو کردم، بهمن رو پیدا نکردم. من فقط یه لحظه دیدم دختره پرد شده بود پایین پله برقی، سالار داداشش بالا سرش بود. دنبال بهمن گشتم، خواستم بهمن رو پیدا کنم، فرار کرده، نمیدونم فرار کرده یا نه، ولی بهمن نبود. دختر خونی مالی بود، مردم دورش جمع شده بودن. بهمن این کار نکرده، بهمن ما مقصر بودیم دیگه. یعنی من گفتم نزول نگیر، من نگفتم نزول نگیر، همه ما مقصر بودیم، بهمن رو ول کردیم ما. اون بدبخت بهمن باستم بعد بله بهمن رفته بود. من نمیدونم دختره مرده بود یا زنده بود، ولی کار بهمن نبود. ما مقصر بودیم دیگه، نبودیم، همه ما مقصر بودیم. بهمن که آدم سارا جان برو تو آژانس، من جواب میدم تلفن. بله. الو سلام، من مدیره کاشانی ام خانم. برای بیتا اتفاقی افتاده؟ والا اتفاق که چه عرض کنم، پسرتون فرستادش تو کما. کما؟ کدوم بیمارستانه؟ بالا. نه پول میخوام، نه کار خونه میخوام، هیچی نمیخوام. از اولشم هیچی واسه خودم نمیخواستم، تو که میدونی مدینه، واسه بهمن میخواستم، دیگه برای اونم نمیخوام، هیچی نمیخوام، فقط بچه‌م قاتل نشده باشه، آدم نکشته باشه. آروم باش رو، آروم باش. به تو باختم که باختم، فدای سر بچه‌م که باختم، فدای سرش که باختم، فقط قاتل نشده باشه، فقط نفرستنش بالای دار. بسه دیگه روحی، آروم باش بهت میگم. اصلا بذار مردم هرچی میخوان بگن، بگن روحی چند ماه تمام زندگی بهمن رو داد رو هوا. بذار بگن فقط بچه‌م قاتل نشده باشه، جنازش نمونه رو دستمون. بسه بهت میگم روحی، بسه دیگه. چی شده؟ نمیگم سر کاری که پسرتون کرده اون روی منو میبینه. شما بگین چی شده؟ چون من یه رو بیشتر ندارم، روی من خانواده‌مه، بر با خاک پدرم قسم. اگه بی تو از کام بلند نشه بلند میشه، نترس، هیچ چیز بفرمایید خانم، بفرمایید بلند میشه، دکترها گفتن بلند میشه، دنبال شهر نگرید، هیچ اتفاقی نیفتاده، بیا برین داخل. اگه بلند نشه چشم رو پسر یوسف مشفق بودم میبندم، جنازه پسرتو میندازم. مشفق؟ به اینا چه ربطی داره زشته؟ بیا برین داخل، بیا برین داخل، لااقل شما برید.
دنبال شهر میگرین ده برین دیگه. آروم بشین دوام برگرم. بهمن زدتش؟ دقیقا کجا این اتفاق افتاده آقای مشفق؟ آقای مشفق خواهش میکنم جواب منو بدین. بهمن باعث اصلی این قضیه بوده؟ روحی! روحی! لااقل بگین دکترها چی میگن؟ دکتر بیتا مشفق کیه؟ میگم دکتر بیتا مشفق کیه؟ سوال میکنم من نگاه. حالش خیلی بده؟ پرسیدم حالش بده؟ عملش بد نبوده. کار بچه من بوده؟ بچه من این کار کرده میگم؟ خانم من چه میدونم ای من اونجا بودم؟ و شوهرتون که بوده اونجا؟ بله خانم. همچی مطمئن؟ بله انگار که اونجا بودی. اونجا بودی؟ به قول شما شوهر سارا که اونجا بوده. اصلا چرا فرار کرد؟ دلیل نمیشه. چرا دلیل نمیشه عزیز من؟ آدم کاری نکنه که فرار نمیشه. به من عادتشه. عادتشه فرار کنه. باش روحی. فکر نکنی بچه من نیست. فکر نکنی نیست میتونی هر تهمتی بهش ببندینا. میرم میارمش عین شیر. بچه من کی تاره دست بزن داشته که میخواد کسی بفرسته تو کما؟ یه شاهد بیارین. یه شاهد بیارین که بچه من میدونم بیمارستانه. توضیح بازار میده به من. بیگناهی داد زدن نداره، ثابت کردن داره. یا میری و پسرت میای یا خودم میرم پیداش میکنم. سوزن و امبارکا کجا پیداش کنم؟ شاید بره پیش هانیه. بهمن کیه؟ زدی دستی دستی خواهرتو کشتی انداختی گردن بچه من. بچه منو قاتل کردی میگی داغ دل؟ بی تو مشفق رفته تو کما. بالاخره زن و شوهرن دیگه، از این چیزا پیش میاد. از تهران تا اینجا تعقیبت کرده که برسه به مخفیگاه بهمن. خونه من مخفیگاه بهمنه. تو روز سختی و دلتنگیم نیشم زدی. منتظر باش روز سختی و دلتنگیت نیشت بزنم.